درود بر شما با 180 ثانیه 5 شنبه سوم اسفند ماه ما رو همراهی کنید سازمان تجارت دریایی بریتانیا میگوید گزارشی دریافت کرده که بر اساس آن یک کشتی هدف دو موشک از سواحل یمن پرتاب شده قرار گرفته در این گزارش آمده این کشتی دچار آتشسوزی شده است جزئیات دیگری در این رابطه تا کنون هم رسانی نشده است. همچنین ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد در روز گذشته نیروهای این ستاد هفت موشک کروز ضد کشتی، یک پرتابگر موشک بالستیک و یک پهباد های تحت حمایت جمهوری اسلامی را منهدم کردند. سنتکام همچنین افزود موشک ها، پرتابگر و پهباد نابود شده تهدیدی قریب الوقوع برای کشتی های تجاری و کشتی های نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ بودند. بنابر گزارش ها ناهید خداجو فعال کارگری در خانه یکی از دوستانش در فردیس کرج بازداشت و برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شده است. پیشتر حساب های بانکی این فعال کارگری مسدود شده بود. دادگاه عالی روسیه رأی پیشین مقام های انتخاباتی در زمینه ممنوعیت نامزدی بوریس نادژین چهره مخالف و ضد جنگ را تایید کرد. با رد صلاحیت وی به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رقیب جدی در انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری روسیه نداشته باشد. بریتانیا، فرانسه، کانادا و آلمان در مراسم افتتاحیه نشست گروه 20 در برزیل از های خود برای محکوم کردن روسیه به خاطر قتل الکسی ناوالنی که هفته گذشته به طرز نامعلومی در یکی از زندان‌های روسیه درگذشت، استفاده کردند. دادستان های فدرال آمریکا یک مرد ژاپنی را که ادعا شده از رؤسای باندهای تبهکاری مشهور به یاکوزای ژاپن است به تلاش برای فروختن اورانیوم و پلوتونیوم به جمهوری اسلامی متهم کردند تاکیشی آبیساوا که در زندانی در بروکلین نیویورک است متهم شده که بنا داشته این مواد هسته ای را به دست مقامات جمهوری اسلامی برساند تا به این رژیم برای ساخت بمب اتمی کمک کند رسانه های اسرائیلی از افزایش شمار زخمی ها به 11 تن و کشته شدن یک تن در تیراندازی دو فلسطینی مسلح به سوی خودروها در یک ایست و بازرسی در حومه اورشلیم خبر دادند. تایمز اسرائیل به نقل از پلیس و پزشکان نوشت که این تیراندازی تروریستی توسط سه مرد مسلح فلسطینی انجام شد. همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرد به تأسیسات حزب الله در چهار نقطه از جنوب لبنان حملاتی انجام داده است. به گفته این ارتش، پست‌های دیدبانی و مکان‌های نظامی هدف قرار گرفتند.